سامان جلیلی آهنگ داده نه، ولی کاشکی بده. فعلا یه دلی خونده، میخواییم اونو با هم دیگه بشنویم و ببینیم. یه مدت سامان جلیلی خیلی خوب داشت عمل میکرد و پرکاریش اصلا عجیب غریب خوب بود و تقریبا ماهی یا آهنگ میداد. حتی پیش اومده بود که فاصله بین دوتا آهنگاش کمتر از یه ماه هم شده بود، مثلا 3 هفته اینطور هم شده بود، ولی الان دوباره رفت. یعنی ما انتظار داشتیم برای آخرین کنسرتش یه آهنگ بده، فکر کنم مهدی ندوان داد، ولی سامان جلیلی نداد. جفتشون هم قبلش یه حالت کامیسونی گذاشته بودن ولی به مرحله انتشار نرسید. حالا یه دلی گذاشته توی پیج اینستاگرامش، بریم با هم دیگه ببینیم و بشنویم. فقط قبلش اگر تا الان سابسکرایب نکردید میتونید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش فعال کنید، لایک کامنت فراموش نشه. اینکه قابای راوی هم که اینجا دارین میبینین میتونید همچنان از راوی تهیه کنید با آهنگای سامان جلیلی، هر آهنگی که دوست دارین و با هر عکسی که دوست دارین. بیا ببینم چی میگی. خوشحالم برات که یکی کنارت به جنگ بمون، اگر هنوز دنبالت من به جهنم، من به جهنم. یاده سامان جلیلیه استوب میشه خوبه. یاد سامان جلیلیه قدیما افتادم. قدیما یعنی مثلا 3-4 سال پیش. ملودیش اون سبکیه. واقعا چرا توی اون سبک کار نمی کنم؟ مثلا من اگر بدونم توی سبکی قویم، توی کاری حداقل قویم، همون کار رو خیلی جدیتر دنبالش میکنم. اما سامان جلیلی نمیدونم چرا، انگار لیلی داره بازی میکنه. دل به کار بده لعنتی. کجای دنیا تو ببینی؟ خیلی قشنگ. یه بار دیگه از اول نشنویمش. همونو میدونم یادت من به جهنم، اینجا با حاله مدل تحلیلش هم خیلی. کجایی عشقت رو ببینی؟ کجایی وقتی رو زمینی؟ جهنم دنیامو گرفته. کجایی دنیا تو ببینی؟ یعنی این دنیای اون بوده؟ اوکی با حال بود. من بیشتر از حالا ترانهش خیلی با
ملودی و این اجرا و این اوج گرفتن و تحلیلی که بینش داشت ارتباط گرفتم و کاش زودتر کار بده سامان جلیلی. یعنی این کار ندادنش خیلی داره فاصله بینش زیاد میشه. اینم این بود، این بود، نه اون موزیکی که قبلا پخش نمیشه، همونه. تو باشی پیشم مهم نیست که چی میشه، اون خونه قصر دلت که با من یکیشه، لازمی واسم. نه فکر نمیکنم ملودیش نمیخوره با اون کجایی، احتمالا اون یه آهنگ دیگه است، این یه آهنگ دیگه است، اما کی پخش میشه نمیدونیم. یعنی الان من دارم میبینم که بعضی از خواننده‌ها دارن پخش میکنن کاراشونو، یه تا آخر سفر چه کاریه، ولی کن بابا بده آهنگو، بده آهنگو بشنویم حالشو ببریم. و این خلاصه الان ظاهرا دو تا کار آماده که یه بخشیشونو پخش کرده خودش توی اینستاگرامش آماده داریم پخش بشه. حالا این که چه تعداد کار آماده دیگه داره اونو اصلا کاری نداریم، همینه که آماده داره رو چه پخش نمی کنه. یعنی میخواد بعد از محرم سفر پخش کنه، پخش کن، هر کی ناراحت باشه گوش نمیده، میذاره بعد از 40 گوش میده. نه نمیدونم، اطلاعی ندارم، ولی من دارم میخواد که سامان جلیلی خیلی پرکارتر از اینا باشه، حالا که میخواد فعالیت رسمیشو خیلی بیشتر بکنه و کنسرتاشو بیشتر بکنه. این نیازمند تعداد آهنگ بیشتره، حتی نیازمند آلبوم هم هستش. حالا هرچی باز صلاح خودش و تهیه کننده عزیزشه. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. واقعا هیچ ذهنیتی ندارم از این که میخواد کی پخش کنه اینا رو، اما اگر من جاش بودم الان کیه؟ الان مرداده، ترجمه بیارم، مرداد چندوم مردادیم الان؟ الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم 19 مرداده. بابا ول کن، نکن تا 40 کیه؟ 40 میشه 15 شهریور، 25 روز مونده، بده بیاد، بده بزنیم. این وسط شهادت معادتی هم نیست دیگه، حساسیت میکنن تو پخش آهنگ، این اصلا درست نیست. دمتون گرم، خیلی متشکرم. سابسکرایب فراموش نشه، لایک، کامنت، نظرتون رو بنویسین راجع به آهنگاش و بگین که منتظر کدوم آهنگ سامان جدیدی هستین، چون قبل از اینم باز مثلا یه سری دموها پخش کرده بود که هنوز آهنگ اصلیش منتشر نشده. و قابای راوی هم که اینجا مشاهده میکنین، سفید مشکی، طرحهای متنوع داره که توی چنل تلگرامشون میتونین برین ببینید. توی دیسکریپشن آدرس چنل تلگرام و اینستاگرامشون هست، روی صفحه هم میاد یه چیزایی که بتونین آدرس رو دریابین. و همین، خیلی چکرین، قربان شما، مثل چک.